بسم الله الرحمن الرحیم. فارماکولوژی تاپیک چی؟ آنتی هیستامین. کارت 204. کارت 204 اومده نسل اولیا رو گفته. اول از همه از دیفن هیدرامین شروع کرده با نام تجاری بنداریل. خب اومده نام برده. نام ببریم دیفن هیدرامین، آزا تادین، برومو فنیرامین، کلورو فنیرامین، کلماستین، سیکلیزین، سیپروهپتادین، دکس کلوروفنیرامین، بگو دکس کلوروفنیرامین، دیمن هیدرینات، هیدروکسیزین، مکلیزین، پرومتازین. نگفتین نست اول نست دوم کدومشون ها؟ آنو فعلا نام برده، شما نام ها رو یاد بگیر. خب بعد اسمای تجاریشون هم گفته، مثلا آزاتادین میشه اپتیمین، بروموفنیرامین اور دیمتاپ آلرژی، کلوروفنیرامین یا کلور تریمتون، کلماستین یا تاویست، سیکلیزین یا مارزین، سیپروهپتادین یا پریاکتین، دکس کلوروفنیرامین یا پولارامین، دیمن هیدرینات یا درامامین، هیدروکسیزین یا آتاراکس یا همون ویستاریل، مکلیزین یا آنتیورت، پرومتازین یا فنرگان. بعد گفته مکانیسم فست جنریشن آنتی هیستامینا این کامپیتیتیو اینهیبیتور اف هیستامین 1 رسپتور. حالا اثرشون رو اسموس ماسل چیه؟ آنتاگونایز کانستریکشن اف برونکیال اند واسکولار اسموس ماسل. اسموس ماسل های واسکولار برونکیال ها چیکار میکنن؟ آنتاگونایز میکنن کانستریکشنشون ها، یعنی باعث چی میشن؟ دیلیشن. نه، آنتاگونایز کانستریکشن اف برونکیال اند واسکولار اسموس ماسل. ولی آخه آنتی هیستامین که ضد آلرژیه، تو آلرژی خون تو عروق زیاده وازو دیلیت شده، این وازو کانستریکت میکنه. وازو با ماسل داره میگه. خب دیگه واسکولار اسموس ماسل. خب واسکولار اسموس ماسل قبضش. وای ببین یه جورایی پارادوکس تو ذهنم اومد. حالا ولش کن. کپیلاری تو کپیلاری بلاک اینکریز. وای. اگه شکرته ممنون. تیبی تقصیر تو ها عزیز، ماستر رو نداشه تو یخچال. ماستر بلک انکریز پرمبیلیتی دات نورمالی باعث ادما ان ویل فورمیشن میشه. تو کپیلاری بلک میکنه انکریز پرمبیلیتی رو که پرمبل نشه، که ادم نشه، ویل نشه، تاول مول نزنه. میبینی در CNS called sedation. Effect on اسموس ماسل on capillary antagonize allergic reaction. اثر رو اسموس ماسل با کپیلاری همزمان باعث چی میشه؟ antagonize allergic reaction. First generation antihistamine also have other effect not attributed to histamine 1 blockade including muscarinic, alpha adrenal receptor and serotonin blockade also. TB تیبی با اون لوازه میکنی نشته باشا. تیبیو ما شستیم. تیبیو تو نشورش. تیبی کجا رفته بودی؟ کجا بودی؟ چشات یه چیزایی میگه ها. بیا بالا ببینم. رفته بودم کمکت میکنم. داره فرار میکنه. تیبی بیا بالا ببینم. پیش من نمیاد حواسته. دیدبانی میدی؟ پس علاوه بر هیستامین وان بلاکید، موسکارنیک بلاکید، آلفا آدرنال رسپتور بلاکید، سروتونین بلاکید. کلینیکال یوز آف دیفنهیدرامین آلرژیک ریاکشن. بگو آلرژیک ریاکشن. تریتمنت آف ایمونوگلوبولین ای. های دیگه ایمونوگلوبولین ای تو آلرژی بود دیگه. آفرین. که این نوع یک آلرژیه، ایمیدیت آلرژی. درمان ایمونوگلوبولین ای یا همون نوع یک هایپرسنسیتیویتی. درمان اورتیکاریا، درمان آلرژیک رینایتیس یا همون هی فیور. این افکتیو فور آنژیو ادما، آسما ان آتوپیک درماتایتیس. برای آتوپیک درماتایتیس نمیشه آنتی هیستامین داد. می‌بینی؟ برای آنژیو ادما نمیشه. برای آسما هم نمیشه. برای موشن سیکنس درمان. برای درمان چی موشن سیکنس آنتی هیستامین بدیم.
برای درمان ورتیگو و نازا، اسپشیالی آنتی هیستامین دات هاف استرانگ آنتی موسکارینیک افکت. علل خصوص آنتی هیستامین هایی که چی دارن بگو، استرانگ آنتی موسکارینیک افکت دارن، برای درمان ورتیگو و نازا و موشن سیکنس هم استفاده میشه. برای درمان اینسومنیا یا بیخوابی، یوزد از مایلد سدیتیو این یانگ پرسن. Reverse extrapyramidal side effect of phenothiazine secondary to anticholinergic effect. میگه ریورس میکنه extrapyramidal side effect هایی که فنوتیازین میدادن، فنوتیازین secondary to anticholinergic effectشون میدادن. حالا درمان فنوتیازین برای درمان کیا بود؟ شیزوفرنیا بود دیگه، درسته؟ گفته سی بنستروپین آلسو، بنستروپین برای درمان پارکینسونیسم بود، بنستروپین برای پارکینسونیسم. اما فنوتیازینم داره سایکوزیزه، دوپامین آگونیسته، به هر حال جفتشون دوپامین آگونیستن. ولی اون برای سایکوز بود، اون برای پارکینسونیست بود. میگه اکسترا پیرامیدال ساید افکت میدادن دیگه، آکینزیا، برادیکینزیا، دیسکینزیا. میگه که برای ریورس کردن اکسترا پیرامیدال ساید افکت میتونیم آنتی هیستامین بدیم. چه جالب. ساید افکت آنتی هیستامین سدیشن، بلرد ویژن به خاطر بلاکید موسکارینی، درای موکوس ممبرین، یورینری ریتنشن که این آنتی موسکارینیک افکتشه، پوسترال هایپوتنشن به خاطر آلفا بلاکیدش، and use caution in the elderly because of increased sensitivity to this side effect. و با کاشن استفاده شد در elderly به خاطر increased sensitivity. قبوله؟ نوت، توجه داشته باش. See reverse for the other first generation antihistamine. Newer second generation antihistamine ها مثل فکسوفنادین are not as lipid soluble and do not cross blood brain barrier rapidly. Cause less sedation and have fewer non-histamine 1 blocking effect. سیپروهپتادین از این نسل اولیا با نام تجاری پیریاکتین is an antihistamine and antiserotonergic agent for perennial and seasonal allergic. آلرژی فصلی و سالی، پرینیال و سیزنال آلرژیک رینایتیس و آدر آلرژیک سیمتوم اینکلودینگ اورتیکاریا آلسو. آزلاستین با نام تجاری آستپرو اور اپتیوار و اپیناستین با نام تجاری الستات و کتوتیفن با نام تجاری زادیتور و اولا پاتات و اولا و اولاپ نه و اولو پاتات و اولو پاتادین بگو و اولو پاتادین با نام تجاری پاتانیز و پاتانول آر آنتی هیستامینز اند مسل استابلایزر. هم آنتی هیستامین هم مسل استابلایزر، مثل کرومولین. یادت سدیم کرومولین و کرومولین اصلا برای درمان آسما بود. کرومولین یا کرومولین و سدیم کرومولینیت برای درمان آسما، نه مطمئن. خب مسل استابلایزر برای درمان آلرژیک آسما. خودش گفته used to treat allergic conjunctivitis and or allergic rhinitis. هم allergic conjunctivitis برای چشم، هم allergic rhinitis استفاده میشه. یه باری که اسمش تو فقط نام ببرین، بگو آزا تادین، دیفن هیدرامین، برومو فنیرامین، کلورو فنیرامین، کله ماستین، سیکلی زین، سیپرو هپتادین، پرو متازین، مکلی زین، هیدروکسی زین، دیمن هیدرینات، دکس کلورو فنیرامین. دیمن هیدرینات بوده، دیمن این دیفن هیدرامین، دیفن هیدرامین که این دکس کلوروفنیرامین، خود کلوروفنیرامین و بروموفنیرامین. دیفن هیدرامین اون مال دیتو، دیفن هیدرامین که اینجاست، یه منزه دیفن اکسیلات اوپیوید بود. دیفن هیدرامین، دیمن هیدرینات، دیمن هیدرینات. خب میریم کارت بعدی، فکسوفنادین. نسل دومیان فکس